کاتی هرات میروند. توپباران مناطق مرزی ارومیه و اشنویه توسط مزدوران سپاه. مریوان، تجمع اعتراضی نانوایان. معاون پارلمانی آخوند روحانی: لوایح چهارگانه FATF برای ما بسیار حیاتی است. با سلام به بینندگان عزیز، از شما دعوت می‌کنیم به در یک نگاه این ساعت توجه کنید. بنا به گزارش‌های منتشر شده، بامداد روز پنجشنبه ده‌ها خودرو از مزدوران سپاه پاسداران با سلاح سبک و سنگین به مناطق کوهستانی ارومیه اعزام شدند. شب پنجشنبه نیز مزدوران سپاه پاسداران مناطق مرزی ارومیه و اشنویه را توپباران کردند. تعداد زیادی از دامداران مناطق مرزی این شهرها مناطق خود را ترک کردند. گزارش‌های منتشر شده حاکی است رژیم ضد بشری آخوندی در توپباران مناطق کردستان از توپ فسفوری استفاده کرده است. بیش از 20 تن از نانوایان مریوان در اعتراض به بیکفایتی کارگزاران رژیم آخوندی در مقابل اداره صنعت و معدن رژیم در این شهر تجمع کردند. روزهای گذشته بسیاری از نانوایان در شهرهای مختلف در اعتراض به قطع برق خمیرهای فاسد شده خود را در مقابل ادارات حکومتی ریختند. به دنبال شدت گرفتن مخاصمات باندی بر سر تصویب لوایح چهارگانه FATF، حسین علی امیری معاون پارلمانی آخوند روحانی با حمله به مجمع تشخیص مصلحت رژیم به دلیل مخالفت با تصویب این لایحه گفت: لوایح چهارگانه FATF برای ما بسیار مهم و حیاتی است. تصویب نشدن لوایح حتما کشور را با خسارت‌های غیرقابل جبرانی مواجه می‌کند. ورود مجمع تشخیص مصلحت به شکل فعلی ایراد حقوقی دارد. صرف نظر از مسائل بین‌المللی، ما به خاطر موضوعات داخلی به شدت به این لوایح نیاز داریم. عرب نیوز خواستار مقابله با تهدیدهای فرقه‌گرایانه و تروریسم رژیم ایران شد و نوشت: اولین اقدام مقابله قانونی علیه رژیم ایران برای پاسخگویی به همه تجاوزات و نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی توسط این رژیم و حمایت آن از تروریسم است. دومین رویارویی اقتصادی است، به نحوی که رژیم ایران و شرکت‌های وابسته به آن تحریم شوند. سوم، باید یک رویارویی نظامی در دستور کار کشورها گنجانده شود که در آن سازمان‌های تروریستی وابسته به سپاه پاسداران در سراسر جهان هدف قرار گیرند. حمیدرضا فولادگر عضو مجلس ارتجاء از اصفهان نسبت به بحران آب در این شهر هشدار داد. به روز پنجشنبه طی سخنانی از جمله گفت: آب آشامیدنی اصفهان در مضیقه است و اگر بارش‌های اردیبهشت نبود، اکنون بحران خرمشهر را در اصفهان می‌دیدید. مدیر شبکه بهداشت و درمان رژیم در نوشهر از مسموم شدن 150 تن به علت آلودگی آب آشامیدنی در این شهر خبر داد. این کارگزار رژیم به نام رحیم سیدپور گفت: بیشترین تعداد مسمومان بین سنین 2 تا 14 سال هستند. خاطرنشان می شود طی روزهای گذشته نیز بیش از 50 تن بر اثر آلودگی آب در حوضه خوزستان مسموم شدند. خبرگزاری رویتر در گزارشی به بررسی امکان هک کردن هواپیماها پرداخت و از جمله گفت: هواپیماهای مدرن هرگز از دنیای بیرون قطع نیستند. نگرانی این است که هر چیزی که به هواپیما وصل می شود به طور بالقوه می تواند قابلیت هک کردن را داشته باشد. اگر قرار باشد که یک تهدید سایبری در یک هواپیمای در حال پرواز انجام شود، احتمالاً باید از طرف یک دولت انجام شود. اما در حال حاضر تهدید واقعی هک کردن آنها در روی زمین است. But Raytheon says for now the real hacking threat to planes comes when they're on the ground. این بود در یک نگاه این ساعت. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا بخش بعدی. خدا نگهدار.